با سلام و وقت شما بخیر. به برنامه بازار از سلانیوز خوش آمدید. سرخط خبرها. بعد و طلبی گذاشتن بخش نخست جاده حلقه کابل، وزارت ترانسپورت میگه که به زودی پروژه ساخت بخش نخست جاده حلقه کابل بعد و طلبی گذاشته خواهد شد. بخش اول سرک حلقه کابل با طول 20.7 کیلومتر که قبلا هم سروی و دیزاینش تکمیل شده بود، بنابراین مکتوب عدم اعتراضشان ما فرستادیم به دونر، از طرف دونر مورد تایید قرار گرفت. نبود برق برای سرمایه گذاران در ننگرهار. شمار از سرمایه گذاران در ننگرهار میگن که کمبود برق بزرگترین چالش فرای توسعه سرمایه گذاری ها در این ولایت است. و بدبختانه چه برق نشته و پجانتورو بانده فابریکه نچلیگی. نخستین نمایشگاه جهانی فناوری اطلاعاتی، و مخابراتی در کابل را اندازی شده است. میتونه هم امرجنسی کامیونیکیشن، ایژوکیشن، هلت، زراعت، گاورننس، ترانسپورت، الکتریسیتی و تمام این سکتورها را میشه که روی از کار کرد. و واکنش ها در برابر وضع طرفه های آمریکا بر واردات کالاهای چین. کارشناسان امور اقتصادی در عربستان سعودی میگن که آغاز جنگ بازرگانی یک اشتباه بزرگ آمریکا بود که اقتصاد جهانی را زیانمند ساخته است. سرمینه محمدی هستم تا یک ساعت دیگر با تازه‌ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان. وزارت ترانسپورت میگه که به زودی پروژه ساخت بخش نخست جاده حلقه کابل بعد از طلبی گذاشته خواهد شد. سخنگوی این وزارت میگه که قرار است در گام نخست با ساخت 20 کیلومتر این جاده شاهرای کابل کندهار با شاهرای کابل لوگر پیوند شود. در حال وزارت مالیه میگه که به تازگی صندوق توسعه عربستان سعودی آماده شده است تا برای ساخت جاده حلقه کابل به افغانستان قرض بدهد. کار ساخت جاده حلقه کابل از قلعه عبدالعلی کمپنی آغاز خواهد شد و در نهایت با گذشتن از دشت برچی، شهرک مهدیه و کوههای قروخ شاهراه کابل کندهار را با شاهراه کابل لوگر پیوند خواهد داد. سخنگوی وزارت ترانسپورت می گوید که کارهای بررسی و طراحی این جاده پایان یافتند و ساخت بخش نخست آن 110 میلیون دلار هزینه برمی دارد. از این میان بانک توسعه اسلامی 74 میلیون دلار به افغانستان قرض درازمدت بدون بهره داده است و هزینه متبقی آن از سوی حکومت افغانستان پرداخته خواهد شد. بخش اول سرک حلقوی کابل با طول 20.7 کیلومتر که قبلا هم سروی و دیزاینش تکمیل شده بود، بنابراین مکتوب عدم اعتراضشان ما فرستادیم به دونر، از طرف دونر مورد تایید قرار گرفت و فعلا در بالای اسناد تدارکاتیش اداره محترم تدارکات ملی به همکاری پرسنل اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت کار میکنه. جاده حلقه کابل جاده پیوند تمامی شاهراهای است که کابل را به ولایت‌های گوناگون پیوند می‌دهند. این جاده با درازای 110 کیلومتر و پهنای 100 متر ساخته خواهد شد. قرار است بخش از قرضه 100 میلیون دلاری افغانستان از صندوق توسعه عربستان سعودی نیز در ساخت این جاده هزینه شود. در جریان سفر جلالت ناب رئیس به جمهور به کشور شاهی عربستان سعودی، وزیر مالیه دو قرارداد با ارزش حدود 100 میلیون دلار آمریکایی را امضا کرد که یک قراردادش در مورد ساخت 100 باب مکتب در تمام کشور است و قرارداد دومش هم در مورد ساخت و ساز سرک حلقوی کابل می باشد. قراردادهای اخذ قرضه سهل و بدون مفاد می باشد. بررسی های نخستین جاده حلقه کابل 8 سال پیش آغاز شدند، اما با گذشت چندین سال از پایان این بررسی ها و کار طراحی و نیز قرض بانک توسعه اسلامی تا هنوز از آغاز کار ساخت جاده حلقه کابل خبری نیست. مشکلات در طراحی نخست این جاده و نیز استملاک خانه ها در مسیر آن از علت های به تاخیر افتادن کار ساخت این جاده گفته شدند. برای بحث بیشتر در این مورد آقای مهدی روحانی سخنگوی وزارت ترانسپورت اینجا در استودیو با ما هستند. سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام، تشکر، سلامت باشید. ممنون. آقای روحانی، چرا در مدت اینقدر سال از سال 2008 میلادی تا اکنون جاده حلقه کابل هنوز ساخته نشده و شما میرین تازه به این که 20 کیلومتر این جاده را که بخش نخست تشکیل میده بسازین؟ تشکر.
در مجموع طور که شما اشاره کردین تاریخچه سرک حلقوی کابل اگر ما شما یک مرور کنیم که در سال 2008 توسط کمپانی سلوتی ایتالیوی یک سروی ابتدایی صورت گرفت که بعد از سال 2008 تا امروز بدبختانه اگرچه هم مسیر سرک حلقوی کابل برای هموطنان عزیز ما مشخص شده بود باز هم بدون در نظر داشت تطبیق سرک ما در مسیر سرک حلقوی کابل خانه ها و منزل ها و بعض مساجد و همچنین قبرستان ها رو کنها ساختن و شهرک ها بناهن باعث ازش شدن که امروز ما بسیار دوچار مشکل در قسمت پروسی استبلاک هستیم. طبعا تا وقتی که هموطنان عزیز ما و شما با دولت همکار نباشه تنها دولت به تنهایی خود نمیتونه که پروژه های عامل منفعه را تطبیق بکنه. بنابراین به ما اساس حدودا در طی 3 سال که ما تلاش های خود داشتیم که بتونیم سرک حلقوی کابل تطبیق بکنیم که سرک حلقوی کابل به طول 115 کیلومتر و عرض 100 متر با 6 لین عبوری ترافیکی که به چهار بخش تقسیم شده که بخش اولش از شهرهای کابل الا شهرهای کابل قندهار آغاز الا شهرهای کابل لوگر بخش اولش است به طول 20.7 کیلومتر و بخش دومش از شهرهای کابل لوگر آغاز شده به الا شهرهای کابل جلال آباد و بخش سومش از شهرهای کابل جلال آباد آغاز شده به شهرهای کابل پروان و بخش چهارمش از شهرهای کابل پروان شروع میشه الا شهرهای کابل قندهار که بخش اولش سروی و دیزاینش ما تکمیل کردیم و پروسه استملاکش هم ما تلاش کردیم که بتونیم به زودترین وقت مرفوع بسازیم، ولی بدبختانه بعضی جایدادها در مسیر سرک حلقوی کابل در قسمت پروسه استملاکش بر ما مشکل ساز شده. طبعا تا وقتی که خود مردم با حکومت هم کار نباشه ما نمیتونیم که بدون رضایت مردم خانه ها و بلند منزل های مردم را تخریب بکنیم. بنابراین بیش از 15 کیلومترش ما سر تمام موضوعاتش مرفوع ساختیم و متباقیش که مانده چند 3 جایداد است که در مجموع 100 جایداد میشه، یعنی مربوط به 3 شخص است که اینا بدبختانه خارج از کشور زندگی میکردن و اینا در پروسه استملاک حاضر نمیشدن. خوشبختانه اینا در پروسه استملاک حاضر شده و مکتوب خب عدم اعتراض این مشکل در حال حاضر حل شده و میریم به طرف ساخت و مکتوب عدم اعتراض ما فرستادیم به دونر ما که دونر ما بانک اسلامی است. مجموعا هزینه 20.7 کیلومتر 110 میلیون دلار است که از 110 میلیون دلار 74 میلیون دلارش بانک اسلامی به طور قرضه دراز مدت و بدون سود بر دولت افغانستان میتوه که 36 میلیون دلارش از طرف دولت افغانستان پرداخت میشه و مکتوب عدم اعتراض ما فرستادیم به دونر ما که از طرف دونر ما مورد تایید قرار گرفت و فعلا همکارای کمیسیون تدارکات ملی ما در بالای اسناد تدارکاتیشون کار میکنه و بعد از تهیه اسناد تدارکاتی کار به اعلان داوطلبی سپرده میشه که بعد از اعلان داوطلبی انشاءالله بخش اولش کار آغاز میشه. مثلا همین پروسه ها چقدر مدت در بر میگیره تا مردم عملا شاهد آغاز ساخت بخش نخست جاده حلقه کابل باشن؟ این برمیگرده به همکاری هموطن عزیز ما شما. هر قدر همکاری در قسمت استملاک با دولت داشته باشه، با وزارت ترانسپورت داشته باشه، بنابراین ما میتونیم نظر به اون وقت و زمان کار خود را آغاز کنیم. با حکومت هیچ وقت بدون رضایت مردم ما نمیتونیم که بلند منزل ها و جایدادشون را تخریب بکنیم. بله، هنی حتی برخاست موارد وجود داره و اطلاعات که وجود داره شهرکی که در این مسیر ساخته شده در مسیر جاده حلقه کابل به عنوان غصب شده زمین ازی و ساخته شده بالا از او شهرک، بارها روی این موارد بحث‌های صورت گرفته اما دقیقا روشن نشده که مسیر شهرک تغییر کرد. من میخوام مشخص از نام شهرک بگیرم، شما بیشتر روی از او معلومات داریم. من میخوام از شما بپرسم که آیا این مسئله هم حل شده یا که از موارد چالش برانگیز فرای ساخت این جاده هنوز هم وجود داره این شهرک؟ شهرک هایی که در قسمت با وجود آمده ما بناهن نمیتونیم که مسیر سرک خود تغییر بدیم. مسیر سرک ما مشخص است. بناهن وقت ما نمیتونیم که از لحاظ قانونی و از لحاظی که ما با دونر خود موافقه کردیم و دونر که برای ما پل قرضه دراز مدت بدون سود بر دولت افغانستان داده، بناهن به مو تعهدات مسیر سرک ماست که هیچ به هیچ عنوان سروی و دیزاینی که ما کردیم تغییر نمیکنه و ما تطبیق میکنیم پروژه خود را که انشاءالله فعلا هم در قسمت استملاک هموطنان عزیز ما و شما با دولت افغانستان همکار است. و در اینجا 2 موضوع است. بعضی جاهاست که زمین مربوط دولت است، تنها سرمایه‌گذاری در قسمت بلند منزل از طرف هموطنان ما شده. در این قسمت کمیته مختلط که ما داریم از خود سرک از خود زمین پرداخت صورت نمیگیرد، صرف کمیته مختلفی که ما داریم در قسمت قیمت گذاری در اونجا قیمت گذاری میکنه، بناهن پول خساراتشون پرداخته میشه از قسمت زمینی و ما شما در این مسیر رای هم داریم که هم زمین از مردم است و هم پولی سرمایه گذاری که در قسمت هم در
خساره زمین بهشان داده میشه و هم خساره بلند منزل کنا در اون سرمایه گذاری که داده میشه. بنابراین تا خود هموطنان عزیز ما با دولت افغانستان با وزارت ترانسپورت هم کار نباشه، حکومت طبعا بدون رضایت هموطنان عزیز ما و بدون همکاریشان بسیار مشکل است که ما بتونیم یک پروژه عمل منفعه و پروژه ملی را تطبیق کنیم. بله خیلی هنی، پس از اینکه شما میرین به طرف داوطلبی و همه این مراحل تکمیل میکنین که بریم به خاطر ساخت بخش نخست این جاده، چقدر مدت در بر میگیره که 20 کیلومتر بخش نخست این جاده ساخته شود تا شاهرای کابل قندهار وصل شود به شاهرای کابل لوگر؟ خب در مجموع چون ما نمیتونیم که یک وقت مشخص در قسمت یادآوری کنیم، و اعلان داوطلبی رقابت آزاد است، هم اعلان داوطلبی ما ملی و بین المللی است، هم میتونه شرکت های داخلی ما اشتراک کنه و هم شرکت های بین المللی ما اشتراک کنه. طبعا در این پروسه رقابت آزاد قیمت تخمینی که از طرف ما داده شده بر شما موضوعات تکنیکی در اونجا ذکر است، بنابراین امکان داره ایرم طبق قانون اونا برنده شناخته نشوه، یعنی باز به اعلان داوطلبی دوم سپرده شود. پس از داوطلبی همین خود مسئله ساخت این جاده چقدر مدت در بر میگیره؟ 20 کیلومترش 20 کیلومترش فعلا ما 3.5 سال در نظر گرفتیم که بتونه در طی 3.5 سال ایره ما تکمیل بکنیم. و یک موضوع ما شما باید در نظر بگیریم که افغانستان بیشترین سرک هایی که ما تطبیق میکنیم سرک های کوهی و همچنان تپه ای است، بنابراین احجام کوه هایی که در قسمت ما داریم، احجار کوه هایی که است، بنابراین تخریباتی که ما در قسمت داریم در قسمت بدنه سازی سرک است، اما مهمتر در سرک بدنه سرک است، اسفالت صرف به خاطر محافظت از بدنه سرک است. بنابراین هیچ کشور قادر به تطبیق همچون پروژه ها در یک کشور کوهی و همچنان تپه‌ای. شما همین قرضی را که قرار است از بانک توسعه اسلامی به دست بیارین دریافت کردین تا کنون؟ قرضه هیچ مشکل نداره و در او قسمت هم بانک اسلامی تعهد خود سپرده، نزد دولت افغانستان پولش موجود است. بنابراین ما نظر با وقت و زمان تلاش میکنیم پروژه خود تطبیق کنیم. از طرف دیگه بخش دوم ما که از شورای کابل قندهار شروع میشه به طرف شورای کابل پروان، فعلا هم 35% سرویش تکمیل 35% دیزاینش تکمیل شده و سرویش قبلا تکمیل شده بودن. و در قسمت تعمیر کننده زم که عربستان سعودی و دولت افغانستان که جلاد ما رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان و وزیر صاحب مالیه در سفر داشتن، قراردادشان را امضا کردن که در قسمت هم مشکل مالی نداریم. تشکر آقای مهندس، سپاس از اینکه با ما رفتن. خیلی سپاس از شما. تا لحظات دیگر، نگرانی هاست نبود برق برای سرمایه گذاران در ننگرهار. برنامه بازار خوش آمدید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری و شما را از سرمایه گذاران در ننگرهار میگن که کمبود برق بزرگترین چالش فرای توسعه سرمایه گذاری ها در این ولایت است. آنان میگن با آنکه دو پارک صنعتی در این ولایت به بهره برداری سپرده شدن، اما در نبود برق سرمایه گذاران ننگرهار ناگزیر شدن در ولایت های دیگر و یا هم در بیرون از کشور سرمایه گذاری کنند. در این حال سخنگوی والی ننگرهار میگه که از بهره رسیدگی به این مشکل کارهای پروژه های تولید در برق خورشیدی در این ولایت آغاز شده است. در حال حاضر بسیاری از کارخانه ها در شهر جلال آباد به علت نبود برق از جنراتورها استفاده می کنند و صاحبان این کارخانه ها می گویند که از همین رو هزینه هایشان بسیار بلند است و کالاهایی را که تولید می کنند توان رقابت با کالاهای وارداتی را ندارند. و بدبختانه چه برق نشته و پجانتور رو بند فابریکه نچلیگی. حکومت خپل توجه دې ته وکړي چې څنګه کولای شم چې حداقل کارخانه‌دار لپاره زده زمينه د انرژي برابر کوم، ته باور وکړه چې میلیاردونه ډالر د سرمایه گذاري ترې د تجاران سرمایه گذاران صنعتکاران چې نن په سبا په تاوان روان ده او رقابت نشي کولی بار مل سره، زموږ مشکل د برق ستونزه ده. په جانتر باندې زموږ په جانتر ماشین د کارخانې چالانې دي او کارخانې بندولې هم نشو. به گفته صاحبان صنایع در ولایت ننگرهار، سالها پیش پارک صنعتی حصارشاهی به هدف توسعه سرمایه گذاری ها در این ولایت به بهره برداری سپرده شد، اما در نبود برق سرمایه گذاران حاضر نیستند در این پارک صنعتی سرمایه گذاری کنند.
د سرشای پارک چې کوم دی تقریبا وته کال کیږي چې دوه واره پټه پرې شو بدبختانه فعال نه دی اوس فعلا غټ ستونزې هم دا دی چې د برق نشتوالی دی ننګرهار کابل ته په ډېر نږدې واټن کې پروت دی مګر تر اوسه پورې د افغانستان حکومت ونه شو کولی چې ننګرهار د برق د مشکل نه خلاص کړي که ننګرهار د برق مشکل حل شي دلته یو لوی تولیدي ولایت دی او دا به لوی تولیدات راولي په ننګرهار کې جدي ستونزه ده زمونږ اما سخنگوی والی ننگرهار می گوید که توزیع برق در این ولایت در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر شده است و با بهره برداری پروژه های دیگر بخش زیادی از نیازمندی کارخانه ها به انرژی برق فراهم خواهد شد. منګل مریضې برېښنا پروژه عملاً تر کار لاندې نیولې ده چې څه موده وړاندې یو هوکړلیک هم د سوداګرو سره لاسلیک شو چې دوی به د شخصي امکاناتو څخه په ګټې اخیستنې په ځانګړي او خرګوټي کې د برېښنا تولید مریض برېښنا تولید چاره ترسره کوي. ننګرهار از ولایت های پردرآمد و از مرکز های اقتصادی در کشور است و تاکنون دو پارک صنعتی در این ولایت به بهره برداری سپرده شدند. اما به گفته سرمایه گذاران این ولایت مشکلات زیربنایی به ویژه کمبود برق و ناامنی ها مانع توسعه سرمایه گذاری ها در بخش صنعت در این ولایت شدند. در مورد بیشتر گفتگو میکنیم آقای جان آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری. سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام به شما. ممنون. آقای نوید، در نخست روی اگر صحبت داشته باشیم که همواره ما از کمبود برق در پارک های صنعتی شکایت داشته، نگرانی های وجود داشته از طرف سرمایه گذاران، چی در کابل بوده چی هم در ولایت ها بوده، اما چرا کار بنیادی صورت نمیگیره؟ اگر واقعا حکومت افغانستان تعهد بر این داره که سرمایه گذاری باید بیشتر جلب شود و صورت بگیره در افغانستان، باید برق کافی در اختیار یک سرمایه گذار قرار داده شود. خب موضوع انرژی یکی از چالش هایی است که در برابر سکتور خصوصی افغانستان به خصوص سکتور صنعت قرار داره. برای اینکه افغانستان به اندازه کافی نه تنها سکتور صنعت یا سرمایه گذارا و متشبثینش بلکه تمام مردم، اکثریت مردم افغانستان به اندازه کافی برق ندارند. در شهر کابل که پایتخت کشور است هنوز هم کمبود برق احساس میشه. به همین شکل پارک صنعتی ننگرهار هم مشکلات زیادی را داره و طوری که میدانین بدون انرژی تولید ناممکن است و اگر امکاناتشان به شکل عنعنوی سنتی باشه بسیار به اندازه ضعیف و کم که اصلا در حساب نمیآید تولید خواهد صورت گرفت. شرایط کنونی نیازمندی انرژی برای همه بخش ها به خصوص صنعت بسیار زیاد است و ما برای انرژی کافی برشان نیاز داریم که تا زمانی که حکومت افغانستان پلان های طویل مدت خود را تطبیق نکنه در این مورد انرژی دوامدار و وافر تولید نشه یا وارد نشه. اگرچند وارداتی هم مقدر میبینیم که نتایج خوب نیست برای اینکه در راه ها قطع میشه و مشکلات است، اما ما برنامه هایی را که حکومت افغانستان در رابطه با ساختمان بند دومی نقلو دارن و سروبی دارن و همچنان موضوع پلانایی که سر دریای کنر دارن که تا زمان کنا تطبیق نشه مسئله انرژی شرق افغانستان به سادگی حل نمیشه. با وجودی که به اثر پیشنهاد اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان برق نقلو به جانب شرق وصل شد و از او جمله به پارک صنعتی ننگرهار به او استقامت انتقال داده شد، ولی کافی نیست چون خود این مردم ننگرهار هم بخصوص در این فصل گرما و انرژی زیاد ضرورت دارن که انرژی نقلو هم برشان کافی نیست. بله، پس با این حالت امید نمیره که ما شاید سرمایه گذاری بیشتر یا افزایش سرمایه گذاری ها در افغانستان در بخش مختلف از جمله ولایت ننگرهار باشه؟ بسی است که حکومت افغانستان و خصوص ریاست محترم بروشنا وعده هایی را در راستای تامین انرژی پارک صنعتی ننگرهار در رابطه به ای دادن که اونا میخوان برق انرژی آفتابی را در اوجه بسازن و چند برنامه رم در راستا پلان کردن و مراحل کاریشام آغاز شده که امیدوار هستیم به زودی او ساخته شوه. اما با وجود مقدار انرژی را که ما میبینیم هرگاه ما یک فابریکه ذوب آهن در یکی از نقاط یکی از پارک ها بسازیم اونا حد اقلش 3 مگاوات و حد بیشترش از 10 مگاوات تا 15 تا 25 مگاوات انرژی ضرورت دارن که با یک پروژه انرژی که ما خرد داشته باشیم و ناممکن است که ما او را تامین بکنیم. بنابراین روی ازی باید حکومت افغانستان در سطح کلان فکر شوه و برازی اقدامات وسیع صورت بگیره تا ای که ما چگونه انرژی پارک ها را تامین بکنیم. بله، خانم نوید، اگر روی از صحبت داشته باشیم ما در ولایت ننگرهار دو پارک صنعتی در حال حاضر در اونجا داریم که به بهره برداری سپرده شده. چقدر از کارخانه ها در این پارک های صنعتی اینا مصروف کار هستن و سرمایه گذاری کردن و
چقدر برق اینا روزانه اینا مصرف میکنن؟ خب موضوع انرژی که همونطور که براتون گفتم هر فابریکات متفاوت هستند، ولی تعداد از این فابریکاتی که فعلا در اوجا فعال هستند تعدادشان به کم است به نسبت از اینکه اونا یک تعدادش از جنراتور استفاده میکنن که اونقدر به قیمت مناسب برشان تمام نمیشه، در بازارها نمیتونن رقابت بکنن، و تعداد دیگه از اینا که هستن به نسبت نبود انرژی نمیتونن که صنایع بزرگتر را در اوج جابجا بکنن و به تولید بپردازن. به این دلایل هر دو پارک صنعتی تا فعلا به همین چالش انرژی مواجه است. بله، شرکت برشنا پیش از هم گفته بود که اگر خود سرمایه گذاران هم بتونه کمک را با این شرکت داشته باشه در انتقال رسانیدن برق به پارک های صنعتی، اینا آماده هستن که پروژه های بیشتری را عملی بسازن. چقدر سرمایه گذاران آماده این چنین کار با شرکت برشنا در قسمت برق رسانی هستن؟ خب همونطوری که در دیگه پارک ها هم تجربه نشان داد، تا اندازه ای که اونا توان یا سرمایه که در اختیار سکتور خصوصی و متشبثین و بخصوص تولید کننده ها است، امیال هم که ما میبینیم اونا در تاسیسات خود برجای برق خودشان ساختن، یک قسمت لاین های انتقال خودشان ساختن و همچنان حاضر به این بودن که همراه پرسنل این برشنا همکاری بکنن و همکاری کردن تا اینکه انرژی انتقال شوه این در نقاط مختلف افغانستان از جمله پارک های صنعتی کابل، پارک های ننگرهار و همچنان پارک های بلخ و هرات و قندهار بوده. اما موضوع انرژی با یک سرمایه کم نمیشه، به این خاطر باید مسئله سر تولید است که یا تورید یا تولید. اگر تولید میکنیم با سرمایه کلان است که باید حکومت افغانستان و جامعه جهانی در راستا کمک بکنه که کشورهای که ما را کمک میکنن. اگر تولید هم میکنیم از یک کشور تا که انتقال میشه به افغانستان و به او پارک میرسه، باز هم یک سرمایه انگفتی را به خاطر تاسیسات و لاین های انتقال و همچنان سبستیشن ها ضرورت داره که ای از توان متشبثین ما است، توان فابریکه دارای ما بلند است و در این راستا باید حکومت افغانستان جدا اقدامات خود داشته باشه. هر قدری که ما بتانیم پارک ها را با انرژی تامین بکنیم، همقدر تولید بیشتر میشه و مردم ما صاحب کار میشن و سرمایه افغانستان و وضعیت اقتصادی افغانستان به سوی بهتر حرکت میکنه. بله، من نوید، ما میخوام بپرسم که کمبود برق یا نبود برق برای سرمایه گذاران چه در کابل باشه چه در ولایت های دیگر چقدر تاثیر روی تولید هم گذاشته؟ ما چقدر کاهش داریم در این اواخر که نتونسته به شرکت برشنا بویژه برق رسانی بکنه؟ بس یه است که نبود برق واقعا چالش بزرگ است، کمبودش هم از او کمتر نیست. بله، برای از اینکه تعدادی از فابریکات ما زمانی به تولید آغاز میکنن، اونا یک ساعت دو ساعت قبل نیاز دارن که انرژی رو بگیرن تا اینکه فابریکشان آماده شوه، و موادی که بخصوص مواد صنایع پلاستیک و صنایع شیشه سازی و بعضی از امی شکر این صنایع وقتی که انرژی رو میگیره، یا زو باهن وقتی که انرژی رو میگیره، هرگاه انرژی در جریان کار قطع میشه، در حقیقت اونا تاوان بزرگ رو میکنن و تمام موادی که داخل ماشینا هست تولید نمیتونه شوه، در حقیقت خودش تاوان میشه و فابریکه دار ضربه بسیار کلان میخوره. باید برق پارک‌های صنعتی به شکل دوامدار باشه و مشخص باشه که از این زمان از این ساعت آغاز میشه و این ساعت قطع میشه. در وسط کار هرگاه قطع میشه زیان بیشتر داره. بله، اگر به عنوان جنبندی از شما پرسم که بالاخره چی کار با خاطر برق رسانی بر سرمایه گذاران یا برق کافی را باید در اختیارشان حکومت افغانستان با وجه شرکت برشنا قرار بده؟ خب اگر چند ما بس حکومت خودم میشناسیم و ریاست برشنا را هم در حدود محدوده امکاناتشان اونا تلاش های خود کردن، ما نمیگیم که تلاش نکردن و پلان های وسیع به خاطر انرژی حکومت افغانستان هم داره، اما ای که پلان ها چه وقت تحقق پیدا میکنه و ریاست محترم برشنا تا چه زمانی میتونه پارک تامین بکنه با انرژی، این بحثی است که باید رویش فکر شوه و اقدامات صورت بگیره. اگر چارش‌های امنیتی اجازه بده، سکتور خصوصی افغانستان هم حاضر به این شدن که در تولید انرژی سرمایه گذاری بکنن. همونطور که میگین، همونطور بیشتر براتون گفتم که سروبی دوم ما میخوان که توسط سرمایه سکتور خصوصی ساخته شوه، همچنان تولید انرژی برق از گاز در شبرغان، اونا باز هم یکی از اعضای اتاق تجارت سرمایه گذاری افغانستان، هر دوی از این پروژه ها را حاضر به ایستن کنا بسازن که هر کدامشان در حدود $300 میلیون و تا 180 یا 200 میلیون دلار در این راستا سرمایه گذاری هایی میکنن. اما بسی است که شرایط و زمینه ها برشان مساعد شود تا همین سرمایه خود عملا در کار پرتن و آغاز بکنن به ایجاد تاسیسات تولید انرژی. بله، تشکر آقای نویس، سپاس از اینکه به ما رفتن. خیلی سپاس از شما. شما موفق باشید.
فکر هم ادامه خبرها. وضع تعرفه های تازه ایالات متحده آمریکا بر واردات کالاهای چینی با واکنش های در بخش های گوناگون جهان روبرو شده است. برخی از کارشناسان امور اقتصادی در عربستان سعودی میگن که آغاز جنگ بازرگانی یک اشتباه بزرگ ایالات متحده آمریکا بود که اقتصاد جهانی را زیانمند ساخته است. آنان وضع تعرفه های بیشتر رؤسای ایالات متحده آمریکا در مخالفت با قوانین جهانی و اصول سازمان بازرگانی جهانی میدانند. ایالات متحده آمریکا یک بار دیگر در روز نخست ماه روان میلادی بر واردات کالاهای چینی برزش 300 میلیارد دلار 15% تعرفه وضع کرد. مقام‌های چینی هرچند اعتراض و نارضایتی تندشان را در پیوند با وضع این تعرفه ها ابراز کردند، اما تاکید ورزیدند که چین با اصول سازمان بازرگانی جهانی پابند خواهد ماند. وضع تعرفه های بیشتر بر واردات کالاهای چینی از سوی ایالات متحده یک اقدام یک جانبه است که نه تنها حقوق مشروع کشورهای دیگر را زیانمند می سازد، بل مخالف تعهدات ایالات متحده در سازمان بازرگانی جهانی است. آقای عبدالعزیز که در گذشته معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ عربستان سعودی نیز بود، می گوید که این اقدام یک جانبی آمریکا خود این کشور را نیز زیانمند ساخته است. تلاشات دیگر؟ نخستین نمایشگاه جهانی فناوری اطلاعاتی و مخابراتی. بدامه برنامه بازار خوش آمدید. نخستین نمایشگاه جهانی فناوری اطلاعاتی و مخابراتی در کابل را اندازی شده است. در این نمایشگاه افزون بر سرمایه گذاران داخلی و بیرونی، برخی از مقام های ایرانی نیز شرکت کردند. معاون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مراسم گشایش این نمایشگاه بر سرمایه گذاری های مشترک بخش خصوصی افغانستان و ایران تاکید دارد. 60 شرکت فناوری از افغانستان و ایران در این نمایشگاه حضور یافتند و مقام های هر دو کشور در تلاش جلب سرمایه گذاری های مشترک آنها در افغانستان و ایران هستند. میتونه هم امرجنسی کمیونیکیشن، ایژوکیشن، هلت، زراعت، گاورننس، ترانسپورت، الکتریسیتی و تمام این سکتورها را میشه که روی زو کار کرد. در مراسم گشایش این نمایشگاه مقام های ایرانی از آمادگی هایشان برای توسعه سرمایه گذاری ها با افغانستان سخن میزنند. ما بتونیم از تجارب انجام شده در ایران در خصوص به کارگیری ICT و امکانات فنی هون در اینجا استفاده کنیم. ما به عنوان نماینده های دولت یکی از مهمترین وظایف و رسالت هامون اینه که تسهیل کننده باشیم و در واقع تصدیگر نباشیم، تسهیل کننده باشیم، شرایط رو مهیا بکنیم برای بخش های خصوصی هر دو کشور. با این همه از حضور مقام های بلندپایه وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و نیز وزارت صنعت و تجارت در این نمایشگاه خبری نیست. تمام دوستایی که از جمهوری اسلامی ایران تشریف آوردن، ما تعهد میکنیم به خاطر ازی که شما بتانین شرایط اولیه سرمایه گذاری و کار در افغانستان داشته باشین، امرایتان به تمام معنا همکار هستیم. در این نشست سرمایه گذاران ایرانی تحریم های آمریکا، ناامنی در افغانستان و آگاهی نداشتن از نظام مالیاتی کشور را از چالش ها فرارای سرمایه گذاری هایشان در افغانستان میگویند. شماره از سرمایه گذاران ایرانی میگن که با وجود چالش ها در بخش سرمایه گذاری در افغانستان میخوان در افغانستان سرمایه گذاری کنند. آنها میگن که در حال حاضر در بخش فناوری فرصت های زیاد سرمایه گذاری در افغانستان وجود دارد و علاقمند هستند در این بخش با سرمایه گذاران افغانستان به گونه مشترک سرمایه گذاری کنند. این در حالی است که با وجود سرمایه گذاری های هنگفت در بخش از فناوری به ویژه اینترنت و مخابرات هنوز هم چالش های زیاد در این بخش ها وجود دارند. نخستین نمایشگاه فناوری اطلاعاتی و مخابراتی با حضور 30 شرکت ایرانی در بخش فناوری اینجا در هتل انترکانتیننتال برگزار شده است. هدف داده چی؟ په افغانستان که سرمایه گذاری جذب شی، په افغانستان که خصوصی سکتور ارتباطات په نړیواله کچه پراخ شي، دوی داخلی او نړیوال پارتنران پیدا کی. سرمایه گذاران ایرانی میگن که با وجود چالش ها در بخش سرمایه گذاری ها در افغانستان میخواهند در بخش فناوری اطلاعاتی به گونه مشترک با شرکت های افغانی کار کنند. اینا باید بیان روی ما اینوست بکنند، کو اینوستور بشن و ما رو بزرگ کنند توی افغانستان. خیلی جالبه، یک جمله میگم و تمام. ساکسس سناریویی که در افغانستان برای دو پلتفرم ریمیتنس و باربری ما، لاجستیک ما وجود خواهد داشت،
این همین اون شرکت افغانی میتونه بره توی پاکستان پیاده سازی بکنه. همکاری با شرکت‌های تکنولوژی که در افغانستان هستن و میتونن مجوزهای لازم رو بگیرن و پارتنرشیپ ما قرار بگیرن فرصت خوبیه برای اینکه این تکنولوژی رو وارد افغانستان بکنیم، پارتنرای خوبی داشته باشیم. در این نمایشگاه شرکت‌های داخلی میگن که با توجه به پیشرفت‌های شرکت‌های خارجی در بخش فناوری میتوانند با سرمایه‌گذاری‌های مشترک از تجارب این کشورها استفاده کنند. بعد از اگزیبیشن با اونا ببینیم، با اونا ملاقات بکنیم و بزنس اپورتونیتی را در افغانستان برشان بگوییم و با اونا میشه یک بزنس پارتنری خوب باشیم. اونا خیلی نقش خوبی دارند. قرار است نمایشگاه جهانی فناوری اطلاعاتی و مخابراتی در کابل برای 3 روز ادامه داشته باشد. بس بیشتر در مورد آقای سیام پسرلی برگزار کننده نمایشگاه جهانی فناوری اطلاعاتی و همچنان آقای سعید مبین زمانی یکی از سرمایه گذاران ایران اینجا در استودیو با ما هستند. سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمد مهمان عزیز. بس آقای پسرلی با شما آغاز میکنیم. در نخست اگر جزئیات روی همین نخستین نمایشگاه فناوری اطلاعاتی از شما داشته باشیم. تشکر. سلام بر شما آقای زمان صاحب و همه بینندگان عزیز. خوشبختانه بعد از 6 ماه تانستم که افتخار برگزاری اولین نمایشگاه بین‌المللی تکنولوژی معلوماتی و مخابرات افغانستان در افغانستان داشته باشیم. ما 6 ماه قبل به ازبکستان سفر داشتیم، به هند رفتیم و به پاکستان رفتیم، به ایران رفتیم تا اعضای سکتور خصوصی کشورهای مختلف را به افغانستان دعوت کنیم و بیاین به افغانستان در اینجا سرمایه گذاری کنند. شما میفهمید که افغانستان روز به روز به طرف پیش روان هست. در بخش اقتصادی ما تحولات بسیار خوبی را داریم. در افغانستان ظرفیت خوبی ایجاد شده و جور شده. به همین دلیل ما این نمایشگاه را برگزار کردیم، ولی بدبختانه از یک کشور با اساس مشکلات امنیتی بعضی ملاحظات دیگری ما نتانستیم که اعضای سکتور خصوصی را داشته باشیم، ولی از ایران تانستیم به راحتی دوستا را دعوت کنیم و ایشان جرأت کردن آمدن. در این نمایشگاه فعلا بیشتر از 30 شرکت ایرانی هست و همچنان 35-40 شرکت داخلی ما حضور دارند. این نمایشگاه امروز رسما با حضور داشته اعضای سکتور خصوصی افغانستان، مقامات دولتی افغانستان و مقامات دولتی کشور جمهوری اسلامی ایران و بعضی بزرگان دیگر افتتاح گردید. ما توقع داشتیم که وزارت مخابرات افغانستان هم جزئی برنامه باشه. حکومت وزیر قبلی وزارت مخابرات با ما تعهد سپرده بودن و تفاهم نامه داشتیم که باید جزئی این برنامه باشن و ما را حمایت کردن، ولی وقتی که رهبری تغییر شد بدبختانه رهبری فعلی هیچ نوع همکاری با ما نکردن و بدبختانه بسیار کمک از طرف حکومت کم رنگ بود. من نمیفهم دلایل چی بود، دلایل پیش خودشان است، ولی من اینو میگم که با کشور ما 30 الی 35 تن سرمایه گذار یا میلیونرها میاین به افغانستان، میخواین در افغانستان سرمایه گذاری کنن و هر کدامشان به میلیونها افغانی میخواین سرمایه گذاری کنن. حکومت افغانستان از این کرده بزرگتر و بهتر فرصت داده کجا پیدا میکنه؟ این برنامه مشخص باید وجود داشته باشه بخاطر استفاده. و دمیجا کمی دوستا آمدن، وزارت‌های مختلف مشخصا وزارت مخابرات باید می آمدن، بایشان می شستن، مهمان میکردن شانه که بیاین بشینیم و صحبت میکردن. یک ظرفیت بسیار بزرگ به افغانستان آمده است. 35-40 تن از اعضای سکتور خصوصی ایران که همشان حرفه‌ای هستند، مسلکی هستند، با یک دنیا معلومات و آرمان ها آمدن که در افغانستان سرمایه گذاری کنن. شما خود شنیدین که تا آخر برنامه ان شاء الله ما شاهد میلیون ها دلار سرمایه گذاری در افغانستان خواهد بودیم، اما تفاهم نامه ای که ما با امضا می رسانیم حجم بسیار بلند هست. فلهذا یک نمایشگاه فوق العاده خوبی است، به نفع مردم افغانستان است، به نفع حکومت هست و ما ان شاء الله توقع داریم که در اینجا سرمایه‌گذاری بیشتر شوه و جای کار به مردم ما ایجاد گردد. بله تشکر. دوباره به شما برمیگردم آقای زمانی. من میخوام از شما بپرسم، شما که آمدین از ایران به افغانستان تا مون شرایط فرصت هایی که در بخش فناوری اطلاعاتی در افغانستان وجود داره ارزیابی بکنین، شما چیگونه یافتین این بخش در افغانستان؟ اول سلام میکنم خدمت شما مردم عزیز و شریف افغانستان. من یک سال و نیم پیش به افغانستان اومدم. وقتی که همه میگفتن که رفتن به افغانستان اشتباهه، من اومدم افغانستان با یه پرواز مستقیم اومدم، رفتم اتصالات صحبت کردم. افغانستان رو یه کشور بسیار آماده برای شروع بیزنس دیدم. من بدون با مخالفت‌های زیادی روبرو شدم، ولی اینوست کردم، شرکت خودم رو ثبت کردم. اینجا جا داره تشکر کنم
از دولت افغانستان بابت فراهم کردن امکانات خیلی خوب برای رجیستریشن ما. ما امکانات خیلی خوبی داشتیم، خیلی سریع رجیستریشن کار ما انجام شد، مجوزات خیلی راحت انجام شد، ولی خب اینوست هولوش 700 هزار دلار ما انجام دادیم، نتونستیم پول رو بیاریم به خاطر مشکلات مالی. بیشترش بابت پروژه‌ای که داریم، دو تا پروژه بسیار بزرگ داریم برای افغانستان که به بانک مرکزی افغانستان و دولت افغانستان، دو تا صنعت، یکی مالی یکی لوجستیک رو هدف قرار دادیم. در ایران ترنوور ما الان در صنعت لوجستیک فقط بیش از ماهانه 400 هزار دلار هست و توی افغانستان ما با یک چالش بزرگ روبرو هستیم. برعکس این که بسیار راحت رجیستر شدیم، نیاز داریم که روابط داشته باشیم. امروز همونجوری که دوست عزیزمون که خیلی هم زحمت کشیدن برای برگزاری نمایشگاه فرمودن، ما روابط رو نیاز داشتیم که کمتر داشتیمشون و این تنها گله من بود از دستندرکاران، چون واقعا نمایشگاه عالی بود و فرصت‌ها عالی بودن، ولی ما باز روابط رو نتونستیم پیدا کنیم. من که باز یک سال و نیم قبل اومدم و حضور پیدا کردم و هزینه هنگفت کردم. امیدوارم که در دو روز باقی مانده دوستان عنایت داشته باشن. ما هم زبانیم، من خیلی راحت اینجا کار میکنم، با همه ارتباط میگیرم. دوست دارم که خیلی کلیر اینجا بتونم کار بکنم، ولی خب روابط اینجا مثل کشور ماست، اینجا هیچ فرقی با کشور ما نداره. اگر من 10 میلیون دلار پول بذارم و یک افغانی صاحب نفوذ 1 میلیون دلار پول بذاره، اون 1 میلیون دلار بیشتر کار میکنه چون نفوذ داره. بله و ما این کمک رو میخوایم واقعا اینجا. و یه مسئله دیگه، کو اینوستور افغانیه. ما تا یه جایی میتونیم اینوست بکنیم. کو اینوستورهای افغانی که شرکت‌های بزرگی هم هستن، من اسم نمیبرم، شاید درست نباشه تو برنامه تلویزیونی، ولی شرکت‌های بزرگ هم الان آمادن، ولی ما رو نمیبینن. ما کجا باید این میتینگ‌ها رو داشته باشیم؟ همین زمینه‌سازی صورت نگرفته. و ببینید اونها آمادن برای بیزنس. من بله. میدونم که دارن دنبال اینوستن، ولی پیدا نمیکنن ما رو. ما هم اینجا دنبال کو اینوستور افغانی هستیم، همدیگر رو پیدا نمی‌کنیم. الان یه مشکل بزرگ در افغانستان متأسفانه. بله. برگزاری این چنین نمایشگاه که ما اکنون نمایشگاه فناوری اطلاعاتی را برگزار کرده، میتونه که یک زمینه ساز خیلی خوب باشه بر معرفی سرمایه گذاران؟ ببینید، من با این حال که یک سال و نیم اینجا بودم، تجربه‌هایی رو در دو روز اخیر به دست آوردم که فکر میکنم اگر خودم استند لون میخواستم جلو برم، باید یک 700 هزار دلار دیگه هزینه میکردم تا این دو روز رو به دست بیارم. به همین راحتی جواب شما رو دادم. هر یک ساعت از این نمایشگاه برای من صدها فرصت بود، دسترسی به ایمیل، به سازمانها، به افرادی پیدا کردم که هیچ وقت فکر نمیکردم بتونم پیدا بکنم. و اگر افراد مهمتر، افراد بانفوذتر، افراد اینوستورهای قویتری بیان، خب این شکوفایی هرچه بیشتر شکل میگیره. بله. خود زمانی از دید شما به عنوان یک سرمایه گذار، حکومت افغانستان کدام برنامه ها را باید بد نظر بگیره بر سرمایه گذاران بیرونی، اگرچه همسایه های افغانستان هم مثل ایران باشد؟ ببینید، باز اینجا جای تبریک داره به دولت افغانستان که عضو WTO شد. یکی از اتفاقایی که افتاد و ما رو جلب کرد که بیام توی افغانستان و جذبمون کرد اینجا، همین عضو WTO شدنه، تسهیل کارهای سرمایه گذاران. ولی باز فقط دو نکته: ارتباط سرمایه گذار با نهاد تصمیم گیر، دو، ارتباط با بخش خصوصی سرمایه گذار. بله. این دوتا واقعا نقطه ضعفیه که توی افغانستان وجود داره. مثل اینه که شما به راحتی مجوز ساخت یه ساختمون رو بدی، در لحظه شروع استوپش کنی. تشکر آقای زمانی، دوباره به شما برمیگردیم. یک نیم برنامه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. به
ادامه برنامه بازار خوش آمدید. بس ما همچنان در مورد نمایشگاه جهانی فناوری اطلاعاتی که در کابل برگزار شده ادامه داره و صحبت میکنیم روی این که چه نوع فرصت هایی که در افغانستان در بخش فناوری اطلاعاتی وجود داره، استفاده باید صورت بگیره، مسئولیت حکومت افغانستان در قبال ساخت برنامه ها در این بخش کدام موارد است. خب پسر علی، بیاین در این بخش روی صحبت داشته باشیم که با وجود از اینکه شما تشویق کمتره به ویژه از طرف وزارت مخابرات شدین در راه اندازی این چنین نمایشگاه، در دو روز دیگر برنامه های شما چی هست و حکومت افغانستان از این لاقل دو روز دیگر چگونه استفاده میکنه؟ تشکر جا داره که در قدم نخست از موبی گروپ در روتر نیوز ما تشکری کنیم، حمایت رسانه‌ای را با ما داشتیم از ایشان و خیلی حمایت قوی کردن و امروز ما وقتی نمایشگاه را میبینین با این بزرگی برگزار میشه سبب حمایت موبی گروپ بود، ما قلبا سپاسگزار هستم. در قدم دوم ما از وزارت مخابرات و ادارات دیگر بسیار احترامانه خواهشمندم که بیاین برای تشویق همین بزرگا یک بار بایشان بشینن صحبت کنن، نظراتشان رو بشنن. همین ظرفیتی که ما ایجاد کردیم، سکتور خصوصی ایجاد کرده، باید بشینن ببینن از این ظرفیت باید استفاده کنن. وقتی شما میگین تشویق سکتور خصوصی همین جایش هست دیگه، شما ببینید سکتور خصوصی کشور دیگه به افغانستان میاد، ما یک جا مشترکاً کار میکنیم، کار بسیار نیکی را میکنیم، کار بسیار مثبت را میکنیم، حق داریم که از طرف حکومت باید استقبال شویم. استقبال ما چی است؟ وزیر صاحب، معین صاحب، بزرگا بیاید، اون ظرفیتایی که ما ایجاد کردیم ببینن، بشنون از ما و در آینده بتونیم مشترکاً با حکومت یک جا کار کنیم. حکومت مشترک ماست، ما باید بسازیم این حکومت. و فرصتایی که دمی نمایشگاه است خیلی بالاست، که قسمی که دوست ما گفتن در دو روز آینده ما برنامه خیلی خوبی را داریم. با شورای سرمایه گذاری افغانستان میان با ایشان میشینن صحبت میکنن، اما اعضای سکتور خصوصی یا اعضای بسیار برجسته را میلیونرهای افغانستان را دعوت کردیم که بیاین با ایشان بشینن و صحبت کنن و تفاهم داشته باشن و قرارداد امضا کنن. انشاءالله فردا بخیر یک برنامه بسیار بزرگی را داریم که متاثرات تکنولوژی در عرصه تعلیم و تحصیل هست، که ما در پوهنتونا و در مکاتب چطور میتونیم تکنولوژی ها را استفاده کنیم، ما این ظرفیتی که فعلا ایجاد شده از این چطور میتونیم استفاده خوبی داشته باشیم. فردا به خیر افتتاح میشه. پس فردا باز ما یک کنفرانس تواصل تجارتی افغانستان ایران داریم که مشترکاً با سکتور خصوصی صحبت میکنیم چطور میتونیم که رابطه بهتر بسازیم، خوبتر بسازیم و دوامدار بسازیم. ما برای دوامدار ساختن این برنامه راهکارهای بسیار مناسبی را در نظر گرفتیم که کسایی که در این نمایشگاه اشتراک کردن و کسایی که میان با ایشان ملاقات میکنن یا قسمی با هم کانکت شون و رابطه داشته باشن که در آینده همکار یکی دیگه باشن. ما مطمئن هستم که این نمایشگاه در رشد اقتصادی افغانستان مشخصا در سکتور آی سی تی خیلی مفید تمام میشود. بله خب بذاره، با وجود از اینکه ما سرمایه‌گذاری های خیلی زیاد را داریم در بخش فناوری اطلاعاتی و مخابراتی در افغانستان، اما هنوزم کیفیت این خدمات در افغانستان بهبود پیدا نکرده. اگر سرمایه‌گذاری های بیشتر جلب میشه، چی داخلی باشه چه هم بیرونی باشه، چقدر میتونن روی کیفیت و کمیت این خدمات در افغانستان تاثیرگذار باشه؟ هر زمان سرمایه‌گذاری بیشتر میشه، اشخاص و افراد بیشتر میان سرمایه‌گذاری میکنن، در اینجا رقابت و میان میاد. هر زمانی که رقابت و میان آمد، دو چیز دیگه بسیار ارزش پیدا میکنه، قیمت و کیفیت. هر کسی که قیمت مناسب و کیفیت بسیار بالا داشت، مردم پیش از اون مردم میرن و خریداری میکنن. فعلا در افغانستان ما سرمایه گذاری داریم ولی بسیار اندک است، کم هست. باید سرمایه گذاری ها زیادتر شو و بیشتر شو و در قدم دوم سرمایه گذاری فعلی به این سطح هست، به سطح بسیار بالا باید بره. در دنیای فعلی در بخش تکنولوژی تغییرات و تحولات بسیار زیادی آمده که مردم ما و سکتور خصوصی ما تا بالی کم خبر دارن. باید از این تحولات اخیر تکنولوژی استفاده کنن، نفش به مردم ما برسه. هر زمانی که هر کسی با کیفیت کار کرد، اپدیت بود، با قیمت مناسب کار میکرد، مردم پیش زمون میره، خیرش به مردم میرسه. بله، تشکر، به شما برمیگردم. های زمانی، من میخوام از شما پرسم که عمده ترین چالش شما در بخش سرمایه گذاری در فناوری اطلاعاتی در افغانستان چی چیز را میبینین؟ عرضم به حضورتون که بزرگترین چالشی رو که من توی یک سال و نیم اخیر تجربه کردم بحث برای ایرانی ها انتقال پول بوده، نقل و انتقالات بین المللی بوده. ما متاسفانه مدام به صورت پریودیک داریم سانکشن تجربه میکنیم.
ولی امروز اتفاقای خوبی که افتاد بابت مجوز سرمایه گذاری، گفتن که شما میتونید با 100 افغانی، دقیقا این عدد رو فرمودن، میتونید مجوز سرمایه گذاری بگیرید و بابت اون بانک ها هم شما رو ساپورت میکنن. ببینید یه حقیقت وجود داره، ما بخش خصوصی هستیم، ما سیاسی نیستیم. ما اگر اومدیم اینجا یک نقاطی رو پیدا کردیم که جای فعالیت داره. اگر سرمایه گذار کارش چیه؟ باید پول بتونه بیاره، باید پول بتونه ببره. این اولین قدمیه که باید اینجا دولت افغانستان بیاد ورود پیدا بکنه. ما کلیر همه چیز رو در اختیار دولت افغانستان میذاریم، چون هیچ چیزی به جز کار مد نظرمون نیست. میخوایم بیزنس بکنیم اینجا. اگر ما داریم کلیر همه چیز رو به دولت افغانستان ارائه میدیم، مالیات میدیم، همه کار میکنیم. من چند روز مالیاتم دیر شد، جریمه مالیاتم هم پرداخت، نبودم که پرداختم، ولی جریمه مالیاتم هم دادم. ولی بحث اینه که دولت افغانستان بیاد وسط، راهکار مالی ارائه بده. دو، بیاد در بخش‌های ماها که کمتر میتونیم حضور داشته باشیم، یه پای من تو 3 تا کشور هستم، نمیتونم همیشه اینجا باشم، بیاد کوورک اسپیس هایی رو تشکیل بده که مدیریتش رو باز بخش خصوصی داشته باشه، وقتی ما نیستیم بتونن هندل بکنن، به ما کمک بکنن. کوینوستور داخلی دقیقا همین نقش رو داره، وقتی که خودش سرمایه گذاری میکنه، مشترک میشه، دیگه کار رو رها نمیکنه. این دو قسمت رو اگر که دولت افغانستان حتی تو بحث لایسنس ها هم اگر کمک نمیکنه، از این به بعد ما اوکی هستیم. ولی بحث جابجایی پول رو و بحث کوینوستوری افغانی رو که ما شریک خوب افغانی، ما که نمیشناسیم، ما اومدیم یکی باید به ما اطمینان کنه، ما هم باید به یکی اطمینان کنیم. حلقه واسط ما و حلقه اتصال ما اتفاقا دولت افغانستانه. بله. و اگر این دوتا چالش برطرف بشه، من فکر میکنم بخش خصوصی همیشه در همه کشورها باهوشتر از دولت بوده، بهتر از دولت کار کرده، و مطمئن باشید اگر به دست خود بخش خصوصی بسپارن، فقط حلقه اتصال باید دولت باشه. انشاءالله خیلی خوب جلو میریم. بله، خب زمانی من میخوام یک سال دیگه شما داشته باشم. برخلاف دیگر سرمایه گذاران بیرونی که میاین به افغانستان، نگرانی اصلی از اینا امنیت در افغانستان است. آیا هم یکی از اون چالش ها و نگرانی های اصلی شما در کنار مشکلات دیگری که وجود داره هست؟ بله هست، ولی یک مصرع شعر زیبایی وجود داره، میگه جگر شیر نداری سفر عشق مرو. ما جگر شیر داریم، اومدیم اینجا. دولت افغانستان باید ما رو بخواد بیرون بکنه که ما بریم بیرون. با همین حمایت نکردن. همین دیروز بحث انتحاری که اتفاق افتاد، تمام خانواده من، دوستای من، همسر من زنگ زدن، برگرد، گفتم نه. من اومدم اینجا، یا دولت افغانستان، اینوستور افغانی از من حمایت میکنه، میمونم، یا ببینید من از اون چیزا نمیترسم. من از این میترسم که حمایت نشم. تنها ترسی که من دارم، واقعا بزرگترین ترس من اونه. من اینو خیلی کلیر گفتم به شما. تشکر بسیار. تشکر، دوباره به شما برمیگردم. خب بسیار، با این علاقمندی خیلی زیاده که وجود داره به سرمایه گذاری در افغانستان، به ویژه سرمایه گذاران ایرانی، اما چرا حکومت افغانستان به پروا؟ ببین وقت ما اول آمدم یک انتقاد کردم بالای حکومت. هدفم انتقادم اینه بود که من اینی آرمانم میبینم، شما اینی اخلاصم میبینم، اینی جرأتم میبینم. وقتی جرأتم میبینم، از مرگ نمیترسن، ولی از حمایت شدن میترسن. نمیدونم چرا باید حمایت نشه. نه. از همینجا بالای وزیر صاحب مخابرات و دیگه دوستا صدا میکنم که لطفا بیاین همین دوستا را حمایت کنین. همین مردم اصلا پول به افغانستان میارن، جای کار رو مردم ایجاد میکنن، در امنیت تاثیرات خوب دارن، و اگر حمایت نشه به این معنی است که ایرادی هیچ وجود نداره به خاطر رشد سرمایه گذاری. این فرصت ها از دست افغانستان میره. در 5 سال گذشته از دست رفته. ما فارن دایرکت اینوستمنت در 5 سال گذشته نداشتیم، بیخی ضرب صفر بود، بسیار کم داشتیم. دلیلش این بود که دوستا میاین، کسی نیست که راه درست براش نشون بده. فرض کن سکتور خصوصی خیست 35 نفر 40 نفر آورده به افغانستان که بیان باز برای خود به افغانستان سرمایه گذاری کنن، پارتنرشپ میکنیم، شریک میشویم، کار میکنیم. همین مملکت که به بحران است، از بحران اقتصادی میکشیم، فعالیت میکنیم. ولی از طرف دیگر که وقتی میبینیم کمی و کاستی رو میبینیم، باز خیلی رضایت خود از دست میدیم. ولی بعضی ارگان ها کمک کردن، مثلا مرکز نمایشگاه افغانستان با ما خوب همکاری داشتن، بعضی ادارات دیگر خوب همکاری داشتن.
توقع ما از ادارات دیگری که ما نام بردم این است که دو روز دیگه داریم. در این دو روز بیاین با دوستا بشینن، تفاهم کنن، حمایت خود را اعلام کنن. امی تلویزیون طول دو روز واوا هستن. ما بسیار خوش میشم که فردا یا پس فردا ببینم که وزیر صاحب و بزرگا بیاین با ما یک جشن باشن و شما گزارش نشر کنن که نامدن و حمایت حکومت از خود کردیم. ما دیگه هیچ چیز نمیخوایم، حمایت میخوایم. اگر حمایت نشویم طبعا دیگه دوست ما گفت از امنیت نمیترسم، از مرگ نمیترسم، ولی اگر حمایت نشوم این خیلی ترس بزرگ از بر ما. همینجا است که ما باید تصمیم بگیریم، همینجا است که باید سکتور خصوصی رو ما باید حمایت کنیم. ما بازم از همه کسایی که ما هم کاری کردن تشکری میکنم و کسایی که مسئول هستن و ما خواهشمندم که بیاین و همکار ما باشن. بله، تشکر آقای پسرر و همچنان آقای زمانی، سپاس از این که بنوت رفتن. خیلی سپاس از شما. و اکنون هم ادامه خبرها. وزارت ترانسپورت میگه که به زودی پروژه ساخت بخش نخست جاده حلقه یک کابل به داوطلبی گذاشته خواهد شد. سخنگوی این وزارت میگه که قرار است در گام نخست با ساخت 20 کیلومتر این جاده شاهرای کابل کندهار با شاهرای کابل لوگر پیوند شود. در این حال وزارت مالیه میگه که به تازگی صندوق توسعه عربستان سعودی آماده شده است تا برای ساخت جاده حلقه یک کابل به افغانستان قرضه بدهد. کار ساخت جاده حلقه کابل از قلعه عبدالعلی کمپنی آغاز خواهد شد و در نهایت با گذشتن از دشت برچی، شهرک مهدیه و کوههای قروخ شاهراه کابل کندهار را با شاهراه کابل لوگر پیوند خواهد داد. سخنگوی وزارت ترانسپورت می گوید که کارهای بررسی و طراحی این جاده پایان یافتند و ساخت بخش نخست آن 110 میلیون دلار هزینه برمی دارد. از این میان بانک توسعه اسلامی 74 میلیون دلار به افغانستان قرضه درازمدت بدون بهره داده است و هزینه متبقی آن از سوی حکومت افغانستان پرداخته خواهد شد. بخش اول سرک حلقوی کابل با طول 20.7 کیلومتر که قبلا هم سروی و دیزاینش تکمیل شده بود، بنابراین مکتوب عدم اعتراضشان ما فرستادن به دونر، از طرف دونر مورد تایید قرار گرفت و فعلا در بالای اسناد تدارکاتیش اداره محترم تدارکات ملی به همکاری پرسنل اداره ملی سرک های وزارت ترانسپورت کار میکنه. سپاس که تا این دم بیننده بازار بودید. بخشون بخیر. خدا نگهدار.